در مورد چی قراره حرف بزنی؟ باید یه سری تصمیم ما بگیریم. شما خودتو خسته نکن، بذار خودم بگم. میخوای بگی همه اینا زیر سر کرمه، خانواده سایر فلان جورن و دیگه نمیخوای کرمو ببینم؟ نه، اینا رو میخوای بگی دیگه؟ نه، چیز دیگه که نیست. تو فعلا برو دوشتو بگیر و بیا، این قضیه دیگه شوخی بردار نیست. مامان. زینب جان، خیلی خوب، بس دیگه، برو دوشتو بگیر دخترم. بعدش هر موضوعی هم هست باید با آرامش در موردش حرف بزنیم. برو. اگه بخوای من میتونم تو ماشینم بخوابم، هرچی شدم بهم خبر. نه بابا، این چه حرفیه، لازم نیست. ممنونتم. مطمئنی؟ آره مطمئنم. باشه من میرم، ولی خبری شد حتما بهم بگو. باشه حتما، ممنونم. زیادم بهش گیر نده. حس بخیر، خداحافظ. ممنون جهان جان. خب بابا، این آدم ها کی هستن؟ ها؟ با این موضوعات درگیر نشو کرم، بلش کن. ولش کنم؟ بابا اینا وسط شهر منو دزدیدن، چطوری بهش فکر نکنم؟ نمیشه. ببین کرم، آدمای بزرگ مشکلات بزرگم دارن. من و پدرت مدیران یه شرکت بزرگ هستیم، تو کار خودمونم خیلی موفقیم، خیلی هستن که با ما دشمنی دارن. مامانت راست میگه، این اولین بار نیست، این دفعه قربونیش تو بودی، همش اشتباه من بود. افق بفرمایین. احمد آقا، بعد از این کرم و تنها نمیذاری. مدرسه، بیرون، مسافرت، هر جا که باشه همیشه باید پیشش بمونی. چشم آقا. باشه؟ یه لحظه نه، چرت نگید. مگه من بچه‌ام؟ مگه ازتون محافظت خواستم؟ چه ربطی داره؟ همه میتونن محافظ داشته باشن. خواهش میکنم بحث رو عوض نکنید. خسته شدم، واقعا خسته شدم. خسته شدم اینقدر لاپوشونی میکنید و بهم توضیح نمیدید. به خدا دیگه خسته شدم. به هر حال قراره بفهمم که چیا دارین پنهون میکنید. خب خودتون به من بگین چیا پنهون میکنید. کرم، مسئله پنهونی نیست که بخوام بیشتر از این به توضیح بدم. من همه چیزو ردیف میکنم. عالیه، خیلی خوبه. خسته شدم از شماها، خسته شدم. هر کاری میکنید بکنید بابا، من رفتم. محافظ و اینجور چیزا هم نمیخوام. احمد آقا بگیرش. مهم نیست چی میگه، پیشش باش. نترس، من هوا تو دارم. چشم احمد آقا. احمد گوش کن، اگه سر اشتباهات تو بلایی سر پسرم بخواد بیاد، مطمئن باش. خودتو کنترل کن. نمیتونم خودم رو کنترل کنم، میفهمی؟ گوش کن، دارم جدی میگم. همه یه کثافت کاریات رو میکنم، متوجه هستی؟ این کارو میکنم. چی شده؟ زینب چیزی شده؟ نه، اون خیلی وقت خوابیده. دخترم، من میخواستم بگم این دختر حیوانکی. بابا خواهش میکنم در این مورد صحبت نکن. من یه سری تصمیم ها گرفتم که فردا با زینب صحبت میکنم. چه تصمیماتی؟ نگران نباش، هممون راحت میشیم با تصمیمی که گرفتم. میشه فردا صحبت کنیم لطفا؟ خوبه، پس باشه. شبت بخیر. شب شما هم بخیر. نمیخوای تعریف کنی؟ چیز خاصی برای گفتن نیست. کرم، خب اون همه اتفاق افتاده، به نظرت چرا همچین کاری کردن؟ راستش برای خودم هم سواله.
ممکنه همونهای باشن که شایعه در آوردن؟ بعضی وقتا فکر میکنم نکنه راست باشه. یعنی چطور؟ چیزی شنیدی؟ نه نه کرم، چیه واسه چی انقدر نگرانی؟ اگه بابا و مامانم همچین کارایی کرده باشن چی؟ فکر کن. راستش اصلا دوست ندارم فکرشم بکنم. خب اگه همه اینا راست باشه چی؟ چی کار میکنی؟ خب اصلا نیاز نیست فکر کنیم. امکان نداره. چی داری میکشی؟ چیزی نیست، همین جوری میکشم، نمیدونم. اون روح کنار زینب؟ نه بابا نه، همین جوری سیاه کردم. یه دفعه گفتم اینم بکشم. خب دیلان جون، لبخند میزنی؟ خیلی خوب، حاضری؟ بفرما. چطور شد؟ سب کن یهو که ظاهر نمیشه عزیزم. خب اینو که بعد گرفتی تویی دیگه، چی کارش میکردم؟ یکی دیگه بگیر. بفرما این وایسین دیلان جون، یه کوچولو سرتو خم کن سمت راست. آها خوبه، دستاتو بذار زیر چونت. آها آفرین، بخند من ببینم. دیلان جانم حالت خوبه دخترم؟ چرا آخه؟ بده من یه چیزی زیر این بنویس تمومش کن. خوب باشه. وایسا جایی نرین، یه جست بگیرین. به هم نزنی جستو. بیلکن عالیه. چی کار داری میکنی صداد؟ این کارا چیه؟ چیه خب؟ جست گرفتیم دیگه. مگه رفیق دوران سربازی تا؟ مدرسه بد تیپاس به خدا. بیا این عکسا برای چی هست؟ واسه ملیسه، یه چیزی بنویسیم زیرشو بدیم من، برای روحیش خوبه. واقعا فکر خوبیه ها، چرا به مخ خودم نرسی؟ نمیدونم صداد. خوبی؟ افق پشت منه؟ افق بیا پیشمون. دوست دارم همینجوری تا ابد بغلت بمونم. منم همینطور. چطوری؟ بد نیستم، تو چی؟ منم بد نیستم، دیشب اصلا نتونستم بخوابم، همش به فکر تو بودم. منم البته چون خیلی خسته بودم زود خوابم برد. پس خوابیدی؟ خیلی هم خوب. همش به این فکر میکردم که تو رو از دست میدم، واسه همین اصلا نتونستم درست بخوابم. جدی میگی؟ اتفاق بدی بود میدونم. آره واقعا. ببین چی بهت میگم، ببخشید، یعنی واسه یه موضوعات قبلی هم ازت معذرت. یعنی از این که نیومدم پیشت که دیگه عصبانی نیست؟ نه خب هنوز عصبانی هستم، به این راحتی یادم نمیره.
ولی خب بگذاریم، باید به حرفات گوش میدادم. میخوام یه چیزی بگم. بهتر نیست دیگه اینا رو فراموش کنیم؟ آره خب میدونم خیلی سخته، ولی تلاش کنیم که فراموشش کنیم. باشه، فراموش میکنیم. باشه. خب بریم. هرچند پام هنوز نمیذاره اتفاقاتو فراموش کنم. چی کار میکنی کرم؟ منو بذار زمین، خواهش میکنم. مدرسه نداره. این زشت آبروم رفت. مهم نیست، من صاحب مدرسه. وای کرم از دست تو، منو بذار زمین. سلام. چرا این کارو کردی؟ چون که تو اشتباه کردی. مشکل اینجوری حل نمیشد، به یکی لطمه میزدی. تو هم اینجوری تصمیم گرفتی؟ آره. در این تمام خوبیه من جوابت این بود؟ من از تو چیزی نخواستم. هر کاری کردی بخواست خودت بوده. فراموش کردی؟ سوالات تو رو داداش خودم میدونستم. حتی بعد اینکه واقعیت رو فهمیدم بازم تو رو داداشم میدونستم. مثل داداشم دوستت داشتم. واسه تو خیلی غصه خوردم، همش خواستم انتقام تو بگیرم. من داداش تو نیستم. معلومه که نیستی. اوضاع خونه چطوره؟ دمت خانم که دعوا میکنه، شبم که گفت یه تصمیماتی گرفته، ولی خب من صبح زود در رفتم. طبیعیه دیگه، ترسیده. ولی خدا نکنه بگه رابطمونو تموم کنی. من اگه از روی جنازم رد بشه. خب منم تا چند وقت دیگه 18 سالم تموم میشه و دیگه نمیتونه کاری کنه. نه بابا، کی؟ کرم. رسیدیم. حالت خوبه دیگه؟ خوبم عزیزم. چیزیت که نیست؟ نه. این چه خوشگله. جدی؟ آره. بیا درد سرمونم رسید. سلام رئیس. این کار که حالت خوب نیست، مثل فیلم هندی ها عاشق آدم روبا ها شدی. ملت اینجوری میگن. خب تو اصلی آدم روبا ها منو میخوان چیکار؟ خب پس من با زینب صحبت کنم یه لحظه؟ انگار قراره یه مدت مدرسه نیای. چرا؟ مامان تو دیدم، داشت میرفت اتاق مدیر، جلوی در بود. نمرهات بد بودن؟ مامانم رو دیدی؟ بیا عزیزم اینم مدرکش. چیزی از چشم ما در نمیره. به نظرت بزنم تو خط روزنامه نگاری؟ به نظرم کار خوبیه. نظرتون چیه؟ منطقیه؟ آره. خیلی خوب. چیکار داری میکنی؟ امروز واسه اولین بار توی این مدرسه یه نفر عکسش واقعی افتاد. جدی میگم، عجب عکسی. خودت تنت میخوره. عزیزم خواهش میکنم، یادت به چی گفتم؟ به جون بری. اینو ولش کن، مامانم اینجا چی کار میکنه؟
بیا بریم ببینیم. وضع خوابت چطوره؟ خوبه. نصف شب دیگه بیدار نمیشم. خوابی، کابوسی، چیزی میبینی؟ نه. در مورد داروات مشکلی نداری؟ یکم منگم میکنه، ولی خوب عادت کردم. خوبه، نشانهای مثبتیه اینا. اگه بخوای میتونیم یه پله جلوتر بریم. نظرت چیه؟ خوبه. هنوز نمیدونیم مشکل از کجا و کی شروع شده. اولین بار کی استفراغ کردی؟ یادت میاد؟ یادم نمیاد. خیلی وقت پیش بود. بهتره به این موضوع فکر کنی. اگه بدونیم که چه موقع شروع شده، اون موقع دلیلش هم میتونیم پیدا کنی. باشه؟ اگه چیزی به ذهنت رسید یا واقعیت‌ها بهت فشار آوردن، میخوام این سیبو بخوری و سعی کنی استفراغ نکنی. باشه؟ مامان، اینجا چی کار داری؟ چی کار میکنی؟ زینب، اومدی خونه صحبت میکنی؟ نه خیر، وایسا ببینم داری چی از من پنهون میکنی؟ زینب، گفتم وقتی اومدی خونه صحبت نه میکنی. مامان، الان صحبت میکنی. خجالت نکش، من از کرم چیزی رو پنهون نمیکنم. وای چقدر خوب. میخواین من برم ها؟ نه تو نرو، تو هم توضیح بده. خب گوش میدم. مامان، میخواییم برگردیم گلیازی. چی؟ من که نگفتم بریم خونه صحبت کنیم. چی داری میگی مامان؟ زینب، میفهمی داری چی میگی مامان؟ چی میگه اینها؟ آروم باش بابا، آروم باش. یه لحظه باید صحبت کنیم مامان. اموالی که در طول ازدواج حاصل شدن بعد از طلاق تقسیم میشن. میدونم، ولی نمیخوام هیچ پولی بهش بدم. البته پرونده طلاق کاملا جدا از تقسیم اموال صورت میگیره و مرحله بعدی هست. پروسه پیچیده ایه. حالا هرچی، شما اینو بدونین که من نمیخوام هیچ پولی بهش بدم. یه فکری برای این بکنین. خب این یه سری شرط و شروط داره. مطمئنی که میخوای این کار انجام بدی؟ هر کاری لازمه انجام میدم، فرق نداره. چی کار باید بکنم؟ مثلا میتونید اثبات کنی که همسرتون بهتون خیانت کرده؟ یکی هست که باهاش رابطه داره، ازش بچه هم داره. خوبه، این بچه در چارچوب ازدواج شما به دنیا آمده؟ نه، قبل از اون بود، ولی من میدونم که همسرم هنوز با اون شخص در ارتباطه. خب این کافی نیست؟ متاسفانه شاهد یا مدرک لازم داریم. عکسی، فیلمی، چیزی دارین یا میتونین آماده کنین؟ نمیدونم، خب الان که ندارم. میفهمم، ولی خب کسایی هستن که میتونن این کارو بکنن. البته یکم خرج داره. پولش اصلا مهم نیست. باشه، هر کاری لازمه انجام بدین. خب در مورد شما، شما که مورد خاصی ندارین نه؟ مورد یعنی چی؟ مشابه همین، مثلا خیانت دیگه. یعنی چی این دیگه، چه سوالیه؟ بعد برداشت نکنین لطفا، من مجبورم که بپرسم. خب طرف مقابلم تلاش میکنه محکومتون کنه. نه نداشتم. خب پس من زنگ بزنم با آقا بولند که ازش وقت بگیرم و شروع کنه به جمع کردن دلیل. باشه. حق نداری با من اینجوری کنی، میفهمی؟ من هیچ جا نمیرم، میشنوی؟ مامان با تو هم. مامان با تو هم. اول آروم باش. نمیتونم آروم باشم، حق نداری اینجوری تو زندگی من دخالت کنی. جدی میگی؟ بله جدی میگم، جدیه. من داره 18 سالم میشه، حق نداری منو بکشینی این ور اون ور. من تصمیمات خودم و خودم میگیرم، میفهمی؟ آفرین زینب، آفرین. بلندتر بگو، بذار همه بشنون چی داری میگی. خب تو نمیشنوی، تو گوش نمیدی به من ماما، تو منو نمیفهمی. زینب خونه حرف میزنی. مامان، مامان خواهش. Thank you.
چیه قنبات گرفتی؟ بیا تو. پس رسیدی به مرحله سیب. تو هم از اینه خوردی؟ بله که خوردم، چند بار. چطوری؟ یعنی چند بار؟ اولین بارم نیست که اینجا. آخ مرسی، خیلی خوب بهم روحیه میدی. تو منو الگو قرار نده. امروز باید پیدا کنم که از کجا شروع شد، وگرنه همش در جا میزنم. اگه دوست به سر منم اینقدر جذاب بود تا الان در رفته بودم. آره نازه. خب دیگه من برم، تو هم زیاد خودتو اذیت نکن، آخرش هممون میمیریم. آره هممون میمیریم. کرم ما داریم میریم. ای بابا چه راحت قبول کردی. مامانم خیلی وقت تصمیمش رو گرفته، از قیافش تابلو بود. آره ولی خب به این راحتی که نیست، خودت گفتی دیگه. یه چند وقت دیگه 18 ساله میشی، دیگه لزومی نداره حرفشو گوش بدی. خب باید چی کار کنم؟ خب پیش بابات میمونی. آه زندگی بابام داغونه، برای من وقت نداره. خب پس مجبوریم فرار کنیم. مسخره بازی در نگیر، الان موضوع خیلی جدیه. باشم. اینو بدون که حتی اگه مامان تو رو بفرسته اون ور دنیا، باز نمیتونه منو از تو جدا کنه. جدی میگی؟ همه چیزو ول میکنم و به خاطر تو میام گلیازی. تو به خاطر من یه گلیازی امکان نداره. خب برای یه مدت دیگه. یعنی چی یه مدت؟ خب بعدش با هم میام اینجا دوباره، کاری نداریم اونجا. آدم باید واقع بین باشه. آخرش چی میشه؟ آخرت چی ها؟ من تو دیگه. خب آینده رو که نمیدونیم مگه نه؟ پس باید قدر همین لحظه ها رو بدونیم. اگه الان خوشحالی؟ خوشحالم. پس مشکلی نیست. ببین اونجا رو ببین. دیدی اونجا؟ دیدیش؟ دیدمش، خیلی قشنگه. خوش اومدین دمت خانم. سلام، میخوام احمد آقا رو ببینم. بفرمایید، تو سالن هستم. نه خیلی ممنونم، همینجا منتظر میشم. خب پس من بهشون خبر میدم. سلام دمت خانم، تشریف بیارین داخل. نه ممنونم، زیاد طول نمی کشه، اینجوری بهتره. دیروز تو اون گیرودار یادم رفت که با هاتون حرف بزنم، ببخشید واقعا. احتیاجی نیست احمد آقا، من نیومدم که شما عذر خواهی بکنیم. خب واسه چی اومدین؟ میخوام کرم و از دخترم دور نگه دارین. راستش من نمیتونم این کارو بکنم، یعنی فوقش بتونم زینبو با خودم ببرم، ولی کرم دنبالمون میاد، واسه همینم باید بفرستینش یا آمریکا یا نمیدونم. بگیرین اینو، اینو میخواستین دیگه. ما نمیخوایم قاطی قضیه شما بشیم، به هیچ کس هم هیچی نگفتیم. تقصیراتش هم به گردن خودتونه، ولی خب باید این کار منو جبران کنیم. خیالتون راحت باشه،
خوبه. اما احمد باریش تو خونه بودی؟ آره از مدرسه یکم زود برگشتم. خاله دمت بود رفت؟ آره آره دمت خانم بود، جوی احوال بود. خب اتفاق بزرگی بود که به خیر گذشت. آره من میرم اتاقم، کار دیگه ای نداری؟ نه ممنون. ببینمت. زینب چی شده دخترم؟ دلم خیلی گرفته. چرا؟ مامانت؟ معلومه دیگه ماما، کارهای عجیب غریب میکنه، نمیدونم چی کار کنم. خیلی خوب فعلا آروم باش. نمیتونم آروم باشم، نمیدونی که باز چی کارا کردی که. خیلی خوب باشه، بیا حرف بزنیم. اوف. باشه عزیزم. دیگه نمیذاره برم مدرسه. چی؟ وایسا ببینم، وایسا بشین اول، هیچی از حرفات نمیفهمم. خب حالا توضیح بده. میگه برگردیم گلیاسی، دوتا پاشو کرده توی یک کفش، اصلا حرفمو گوش نمیده. بابا من نمیخوام برم، تو رو خدا یه کاری بکن، مانع مامان شو. خیلی خب فعلا آروم باش عزیزم. راستش منم نمیدونم چرا اینجوری میکنه، البته میفهمم، ولی خب به نظر تو چرا اینجوری شده؟ قاطی کرده جدا، سیماش اتصالی کردم. این قضیه آدم ربایی و اینا باعث شد قاطی کنه و عجولانه تصمیمات مسخره بگیره. همه کاسه کوزه هم سر من میشکنه. باشه عزیزم، من باش حرف میزنم، تو فقط ناراحت نباش. راستی یه چیز دیگه، من نمیخوام برم خونه، اگه برم جر و بحث میکنیم، میدونم. خب بمون اینجا، خونه ای تو هم هستش دیگه، من با مامانت صحبت میکنم. باش. داشتی جایی میرفتی؟ دارم میرم ملیسو ببینم، تو هم بیا با هم بریم. ها؟ خیلی خوب، پس تو استراحت کن تا من برگردم. باشه منم میام. باشه پس بریم. بودو. بربونه دختر خوبم. کرم. ها میرم تو اتاقم. یه دقیقه وایسا، بیا یکم صحبت کنیم، بیا بشینیم. اینجور که معلومه زیاد طول میکشه. بفرمی کرم، میخوام در مورد زینب باهات حرف بزنم. در مورد زینب چی میخواین بگین؟ کرم
میدونم که زینبو خیلی دوست داری. اعتراف میکنم که این قضیه رو تا الان جدی نمیگرفتم، اما بعد از این آدم ربایی برای زینبم خیلی نگرانم. متوجه هستی که جدی میگین؟ کرم خودت میدونی ما یه تعداد زیادی دشمن داریم. دشمنای خطرناک. اونا میخوان به ما لطمه بزنن. زینبم تا زمانی که با تو در ارتباطه در خطره. باشه بابا، حرف تو گرفتم، فهمیدم میخوای چی بگی. کرم ازش جدا شو، نظر صدمه ببینه، میفهمی؟ با خاله دمت حرف زدی؟ ها؟ راست میگه کرم، اگه بلایی سر دخترش بیاد چطور میخوای جواب بدی؟ توضیح چی میخواد باشه؟ فکر کردی اهمیت میدن که دوستش داشتی؟ کرم جفتتون خیلی جوانین، سال دیگه میرین دانشگاه، هنوز معلوم نیست چی کار میکنین و کجا میرین. اگه آمریکا درس بخونی که مجبورین جدا بشین. خب میفهمم سن 17-18 سالگی عشق قشنگه، میدونم، ولی تا امروز کسی رو دیدی که اینجوری ازدواج کنه؟ واسه همینم نزار زینب اذیت بشه و ازش جدا شو. باید یکم فکر کنم. آره، چیزایی که گفتین دیدم و عوض کردم. نگران نباشین، تصمیم درستی میگیرم. دختره که من اینو میذارمش اینجا، خواستی بخونیش اینجاست، باشه؟ بیا بابا جونم. بیا دخترم. تو برای چی اومدی؟ خوش اومدم. اومدی بدبختی منو ببینی؟ به نظرم که خیلی خوب شدی، حالت خیلی بهتره. خوبه، عالیه. پس زیاد نزدیک قفس من نشو، خوردنی هم ننداز توش. خوب قانون باقی وحشینه. به نظر خودت حرفات زشت نیست دخترم؟ زینب اومده جویای احوالت باشه، بهتر نیست یکم باهاش مهربونتر باشی؟ راستی خوب شد که دیدمت. منم یه وکیل گرفتم دیگه، منم شدم مثل تو. باشه بریم بیرون صحبت کنیم. باشه. داری چی کار میکنی تو؟ مگه چی کار کردم؟ چرا پیش ملیس این حرفا رو میزنی؟ نکنه من اشتباه میکنم؟ مگه ملیس نمیدونه ما داریم طلاق میگیریم؟ تو این منظورمو خوب میفهمی. ببین، ما که نتونستیم مثل آدم ادامه بدیم، حداقل مثل آدم بیایم و تمومش کنیم. چه خوب، چقدر برای تو راحته. یه چیزی بهت بگم، مطمئنن جواب این کاراتو میگیری، مطمئنن. کارامو؟ بله. ببخشید. چی؟ گفتم معذرت میخوام. واسه چی از من عذرخواهی میکنی؟ چون در مورد اینجا اومدنت بی تقصیر نیستم. بچه که بودم همیشه دلم یه خواهر میخواست. به اونایی که خواهر داشتن حسودیم میشد.
همیشه از مامانم یه خواهر خواستم. تا اینکه تو رو پیدا کردم. همونی بودی که میخواستم. ولی من اشتباه کردم. تو رو ناراحت کردم. من و کرم جفتمون اشتباه کردیم. آره نمیشه عشق رو کنترل کرد. ولی همچین عشقی اصلا معنی نداره. الان اگه تو هم بخوای من نمیتونم از کرم جداشم. نمیتونم اصلا. ولی خب از خواهر رویاهام هم نمیتونم جداشم. بهت خیانت کردم. دوست نداشتم اینجوری شه. اصلا حدسشم نمی زدم که اینقدر اذیتت کنم. بعضی وقتا تو نذاشتی. بعضی وقتا منم از سر عصبانیت نتونستم ازت عذرخواهی کنم. الان دستتو بده به من. زخماتو با هم مداوا کنی. اگه بگی نه بازم به حق میدم. ولی ولت نمی کنم. به هر حال تا وقتی اشتباهمو جبران کنم بی خیال نمیشم. آدم وقتی عاشق میشه یه سری اشتباه ها میکنه. من میفهمم. منم از عذر میخوام خواهر جون.